جاستین ترودو که قرار است با حیث صدر اعظم جدید کانادا حکومت جدید آن کشور را تشکیل دهد، در جمعی از هواداران خود در شهر مونتریال آن کشور بیان داشت که رای دهندگان پیام واضح برای آوردن تغییر در حکومت را فرستاده اند. این چیزی است که سیاست مثبت می تواند آن را انجام دهد. این چیزی است که یک دیدگاه مثبت، امیدوار و یک خط مشو کار مشترک می تواند آن را به سر رساند. امشب کانادایی ها از سراسر این کشور یک پیام واضح فرستادند. این زمان یک تغییر واقعی در این کشور است. حزب لیبرال آقای ترودو توانست که از جمع 338 کرسی در پارلمان کانادا با کسب 180 کرسی برنده انتخابات پارلمانی آن کشور گردد. حزب محافظه‌کار با کسب 104 کرسی توانست در رده دوم و حزب جدید دموکراتیک با کسب 36 کرسی در رده سوم نتایج این انتخابات قرار گرفتند. نتایج انتخابات شام گذشته کانادا توانست تا به شکل واضح به حکومت 9 ساله استیفن هارپر محافظه‌کار خاتمه ببخشد. دوستان، کشور ما یکی از دموکراسی‌های پایدار در جهان می باشد. امروز مردم این کشور در طول 148 سال برای 42مین بار پارلمان ملی خود را انتخاب کردند. با وجود آن که نتایج امشب خلاف توقع ماست، اما تصمیم مردم هیچگاه غلط نیست. در یک اعلامیه نشر شده از سوی حزب محافظه‌کار آمده است که آقای هارپر از سمت رهبری این حزب نیز استعفا داده است. بر اساس این اعلامیه، استیفن هارپر از اعضای این حزب خواسته است تا یک رهبر موقت را معرفی نمایند. از جانب دیگر، مریم منصف اولین زن افغانی الاصل کانادایی می باشد که توانست در انتخابات دیروز به نمایندگی از شهر پیتربروی ولایت اونتاریو به پارلمان کانادا راه یابد. خانم منصف ضمن فعال بودن در امور شهر پیتربروی کانادا با گفته خودش توانسته است تا با کمک در راه اندازی کمپاین موسوم به پشمینه سرخ به هدف دفاع از حقوق زنان افغان مبلغ 150 هزار دلار را برای زنان و دختران در افغانستان جمع‌آوری کند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.